مجموعه فرمان‌های Object Snap یا اصطلاحاً OSnap ها فرمان‌های کمک رسم هستند که میتونن دقت ترسیمات ما رو بالا ببرن. ما زمانی که یک ترسیم داریم خیلی احتیاج پیدا میکنیم که بخوایم نقطه ابتدا و انتهای ترسیم، وسط یک خط، مرکز دایره و این گونه موارد رو شناسایی بکنیم. اگر از پایین بریم اون فرمانهای کمک رسم رو لوکیشنشون رو ببینیم، میبینید که با کلید F3 روشن و خاموش میشن. در حال حاضر F3 من فعاله و اینا روشن هستن. وقتی هم خاموش کنم اینجا نشون میده که خاموش شده. همچنین میتونید روی این مثلث کنارشون بزنید و وارد قسمت سیتینگ بشین، یا اینکه OS رو تایپ کنید و به این شکل وارد بشید. جلوی آیتم هایی که تیک خورده فعالن و آیتم هایی که تیک نخورده غیر فعالن. من یه بار همه رو غیر فعال میکنم و اولی رو شروع میکنم. End point ابتدا و انتهای یک فرمان و یک دستور رو به من نشون میده. نکته ماجرا اینه که شما این موارد رو فقط زمانی میبینید که وارد فرمان شده روش. الان من وارد فرمان نشدم. به محض اینکه وارد فرمان لاین بشم، نزدیک یک خط بیام، نقطه end point و خط دیگر، end point دیگر رو به من نشون میده. آیتم بعدی مید پوینت هست، وسط خطوط رو نشون میده. شاید شما بخواید اینجا به نسبت این دوتا خطی که دارید رسم میکنید، مثلا در این زل، حالا وسطش رو هم داشته باشید. لاین این مید پوینت یا وسط این خط هست که اینجا ترسیم شده است. آیتم بعدی کلمه آشنایی است به نام سنتر. مرکز ترسیماتی مثل دایره، کمان و بیزی رو نشون میده. اما آیتم بعدی جئومتریک سنتر از ورژن 2014 به بعد اضافه شده. در واقع میاد و اگر شما از فرمانهای به هم پیوسته یک ترسیم داشته باشید که ترسیمی باشه که دارای شکل و مدل متفاوتی باشد، حالا از شما میخواییم که شما مرکز این رو به من بدید. پیدا کردن مرکز برای این مدل ترسیمات کمی مشکل هست. اگر جئومتریک سنتر فعال باشه، به محض اینکه شما دستتون رو ببرید و نزدیک این ترسیم بشید، مرکزش رو به شما نشون میده. نکته مهم ماجرا اینه که این ترسیم حتما از فرمانهای به هم پیوسته رسم شده باشد. آیتم بعدی نود هست، مرکز فرمان پوینت. دوستانی که با دوربین نقشه برداری زیاد کار میکنن و معمولا میان نقاط رو اینجا وارد میکنن، از فرمان پوینت استفاده میکنن. فرمان پوینت رو وارد میکنن و حالا مختصات میدن، مثلا 5 و 5، مقدار ایکس و ایگرگ، انتر. حالا اتوکد اینجا یک پوینت ایجاد میکنه. دوباره مثلا دوستانمون پوینت بعدی رو وارد میکنن، این بار میگن عدد بعدی 10 و 5 هست. دوباره همین کار رو انجام میدن، میگن عدد بعدی 10 و 10 هست. و حالا میان مثلا با فرمان لاین این پوینت ها رو به هم دیگه میخوان وصل کنن. به محض اینکه شما روشون برید، این گزینه نود فعال میشه و حالا میتونید آیتم ها رو ببینید. بنابراین نود مرکز فرمان پوینت رو به شما نشون میده. کوادرانت 4 نقطه روی دایره است. اگر من یک دایره داشته باشم و بخوام با رنگ دیگری یک لوزی وسطش ترسیم کنم، با فرمان لاین روی هر قسمت که برم، کوادرانت یا یک نقطه روی دایره میتونه
کمک کنه که این ترسیم با دقت انجام بشه. حالا شما میت پوینتتون هم فعاله، بنابراین میتونید با فرمان لاین بیایید وسط اینها رو هم سلکت کنید و حالا یک ترسیم کاملا منظم و درست داشته باشید. اینترسکشن محل برخورد دو ترسیم رو به همون نشون میده. گاهی اینجا شما یک لاین دارید و حالا میخواهید از محل برخورد شروع به ترسیم کنید. برای مثال من میخوام این محل برخورد بشه مرکز دایرم، وارد فرمان دایره میشم، دستمو که بیارم اینجا اینترسکشن خودش رو نشون میده، من کلیک میکنم و حالا دایرم رو رسم میکنم. این میشود محل برخورد دو ترسیم. اکستنشن خطوط امتداد به شما نشان میدهد. برای مثال من در امتداد این میخوام شروع بکنم، لاین رو میزنم، اول این نشونش میدم، کلیک نمی کنم، فقط اندپوینت رو شناسایی بکنه. دستمو که حرکت دادم اکستنشن کمک میکنه که امتداد رو شناسایی بکنم. حالا با کلیک اونجا میشود نقطه شروع و من مطمئنم که این دو خط در یک امتداد هستن. اینزرشن مربوط به فرمان تکست هست. اگر شما یک متن ایجاد بکنید حالا برای جابجایی زمانی که مثلا با موو انتخابش میکنیم نزدیکش که برید، اون گزینه اینزرشن برای شما فعال میشود و حالا شما میتونید مثلا از روی یک نقطه بیس این رو بگیرید و شروع کنید به جابجایی کردنش. حالا این نقطه میتونه کمک بکنه که بدونید مبدأ شروع تکست شما کجاست و کجا مثلا رو این نقطه بشینه. حالا اینها دقیقا متناسب قرار خواهند گرفت. آیتم بعدی پرپندیکولار نقطه عمود هست. گاهی من میخوام به یک خط که شاید حتی کج هم باشه یک خط دیگری عمود کنم از بالا به پایین. به محض اینکه نزدیک بشید پرپندیکولار خودش رو نشون میده و با کلیک شما دیگه مطمئن هستید زاویه بین این دو خط قطعا 90 درجه است. در مرحله بعدی تانگنت نقطه مماس با دایره کمان و بیزی رو میدهد. فرض کنید که من اینجا به این دایره میخوام با رنگ آبی خطی رو مماس ترسیم کنم. لاین نزدیک دایره میشید تانگنت خودش رو نشون میده. حالا وقتی شروع کردید هر جا هم که چرخیدید دور دایره این خط مماس متناسب با زاویه و حالت جدید تنظیم میشه. بنابراین من میتونم بیام و خطوط مماس رو به این شکل رسم کنم. نیرست یک نقطه روی ترسیم است. اگر شما یک لاین دارید که حتی با یک عدد مشخص مثلا 5 رسم شده، من این خط رو سلکتش میکنم. ببینید ما 3 نقطه روش داریم، ابتدا و انتها که گفتیم با نقطه میت پوینت قابل نمایش، اند پوینت قابل نمایش است. وسط با نقطه میت پوینت قابل نمایش است. اما اگر من بخوام از جایی که الان موس من هست شروع بکنم چی؟ اینجا نه ابتداست، نه انتهاست و نه وسط. بنابراین میتواند نیرست باشد، یک نقطه روی ترسیم. حالا اگر نیرست فعال باشه میتونید بیایید و به این شکل رسمتون رو انجام بدید. نقطه شروع هیچ ارتباطی با ابتدا و انتها نخواهد داشت. اپرنت برای رسم قطرهای مجازی است. شما یک مستطیل دارید،
بدون اینکه مثلا دوتا خط بکشید وسطش رو میخواید. خب شاید کاربرد کمی داشته باشه چون با یه خط شما با این پوینت به دست میارید. پارالل هم خطوط موازی میدهد، البته اون هم با فرمان آفست خیلی راحت قابل تهیه است، اما من پارالل رو یه بار بهتون توضیح دارم. اینجا یه خط کج دارم و حالا میخوام خط بعدی رو از بالا شروع کنم ولی با این خط موازی باشد. خب میام دستم اول به اینجا. ببینید نکته ای که وجود داره این که چون همه آیتم ها فعالن الان سخت دیده میشه. در این موقعیت شیفت رو بگیرید، کلیک راست کنید، بگید من فقط پارالل رو میخوام. موقتا بقیه غیر فعال، پارالل فعال میشود. حالا میتونید برگردید به مسیر و از اکستنشن کمک بگیرید. علامت پارالل در پایین خودنمایی میکنه و به این شکل شما خط موازی با سوژتون ترسیم کردید، که البته عرض کردم خدمتون که فرمان آفست خیلی راحت تر این موارد رو بهتون خواهد داد. این موارد آبجکت اسنپ به این شکل قابل مدیریت است. دو سه تا مورد هم اضافه تر داریم. گاهی من از اینجا میخوام شروع بکنم، به یه فاصله یه متر بیام بالاتر بشه مرکز دایرم. خب یه متر رو به جای اینکه خط بکشم میتونم با شیفت و کلیک راست کمک بگیرم. لاین میگم شیفت کلیک راست. این گزینه فرام میتونه شروع رو از اینجا در نظر بگیره، بیاد به سمت بالا، شما عدد میدید یک، انتر، حالا اونجا میشود شروع لاین شما. اگر بعدن دیستنس بگیرید میبینید فاصله بین این خط تا این نقطه یک خواهد. آیتم بعدی که کاربرد خوبی داره به دست آوردن یک میت پوینت بین دو نقطه است. من وسط بین این دو خط رو میخوام. خب خطی ندارم که بخوام وسطشون رو کشف کنم. برای مثال میگم که اگر من لاین داشتم بین این دوتا حالا میتونستم میت پوینت رو به دست بیارم، اما ندارم، اما وسطشم میخوام. L Enter، شیفت و کلیک راست، اینجا میتونید میت پوینت رو از بین دو نقطه استخراج کنید، این نقطه این نقطه، اتوکد اتوماتیک وسط ست میشود. اینها مواردی هستن که میتونه اضافه بر مجموعه آبجکت اسنپ ها کمکتون بکنه و در دقت ترسیمات دقت رسم شما رو بالا ببره.